روانشناسی میخواد. پیغمبر بهترین روانشناسه. ما دنبال هر روانی خودمون را افتادیم داریم ازش درس میگیریم. من توی مدرسه بودم، مدرسه دخترانه، میخواستیم سخنرانی کنیم، قبل از ما یه روانشناسی صحبت میکرد. روانشناسه دیوونه بود خودش، دکتر روانشناسی تو همین مشهد. اصلا بعضی چون منحرفن، ما غافلیم، بچه هم غافلن، درست تربیت کنیم و الا دیگران رب نشون ندی رب نشونش میده، رنگیش میکنه، میبردش. میگفت دخترای عزیزم، دنیا دنیای ارتباطاته، مهمترین اصل ارتباطی جذب است. اگه بتونی جنس مخالف رو جذب کنی موفقی و الا امولی. پس نتیجه میگیریم هر دختری نیاز به، همه گفتن دوست پسر داره. دیگه من نتونستم طاقت بیارم، پاشدم رفتم گفتم ببخشید شما دخترم داری خوده؟ گفت برای چی حاج آقا؟ گفتم شماره تلفنش رو لطف کنی. گفت میخوای چه بکنی؟ گفتم دنیا دنیای ارتباطات، مهمترین کسم دختر خودته، بیل به کمر منم که نخورده، اجازه بدید من جذبش کنم. گفت خجالت بکش حاج آقا. گفتم تو حیا کن، 200 دختر رو منحرف میکنی، من یه دختر رو میخوام منحرف کنم، تو 200 برابر من پدر سوخته ای. گم شو باشو برو بیرون. دختر همه کف زد. مردم میفهمن چه قصه، با فقط با روشن بالا میره ادب پایین میاد، سواد بالا میره احساس پایین میاد. بچه های ابتدایی فوش میدن، برو بالا. راه نمایی عکس سوپر، برو بالا. دبیرستان فیلم سوپر، برو بالا. دانشجو خودش سوپر. چرا؟ 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 وارد مرسه ابتدایی میشی؟ سلام حاج آقا، سلام حاج آقا. بچه ها با یه عشقی میدونن دنبالت. سلام حاج آقا. برو راه نمایی. گوشه مرسه نشسته میگه سلام علیکم. برو دبیرستان. تا وارد میشی الوف کردن ما را از صبح تا به حالا. برو دانشگاه. مارمولک تعارف که نداریم که. ادب اومده پایین، احساس اومده پایین. ای چه ما هم دیر ازدواج میکنیم، هم بد ازدواج میکنیم، هم با گناه ازدواج میکنیم. دیر ازدواج کردن هنر کردیم جشن ازدواج دانشجویی. غلط آقا جون، غلط. من اینو زیاد گفتم، هر جا رفتم گفتم، مخم و مخم مخالفه. ای حاج آقا یه کار خوب حالا شروع شده، دیره، زودتر شروع. ما که شروع میکنیم زود شروع کنیم. از کی؟ از دبیرستان. جشن ازدواج دبیرستان. و تازگی نظرم عوض شده. یه سفری رفته بودم یه شهری، مدرسه دخترانه راهنمایی. 100 تا سوال رو میز گذاشتن، 98ش سوالای جنسی بود. به مدیر اونجا گفتم اینا آخون نمیخوان، اینا شوهر میخوان. پدر مادرشون رو دعوت کنین، سوالا رو براشون بخونید، همشون رو بفرستن خونه بخت، والا همشون میشن بدبخت. دیگه از اون شهر که برگشتم اومدم مشهد، اولین جایی که اعلام کردم برای زائرا تو حرم حضرت رضا. گفتم اونجا بلند، همم شنیدم، اونایی که بودن. گفتم آی زائرا یه خبر بد، دختراتون رو از راهنمایی بفرستین خونه بخت. و الان چند وقت پیش باز نظرم عوض شد. تو فامیلمون ما یه دختر 5 و نیم ساله داریم، از فامیلای دوره. یه وقت اومده بودن خونه ما، بعد گفتن که اومد گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت دوست پسر کجا گیر میاد؟ نگاش کردم گفتم که دوست پسر میخوای چه بکنی؟ گفت آخه تو مهد کودک ما همه دوستام دوست پسر دارن. به من گفتن داری؟ گفتم چیه؟ گفتن خواهی دوست داری. بعد گفتم ببین همی که اومدی خونه ما، مثلا با پسرم داریم بازی میکنی، خاله بازی یعنی دوست پسر؟ گفت نه کلا سرم نزار. اونا گفتن با پسرا همسایه، نه پسرا فامیل. دیگه به این نتیجه رسیدم احتمالا میگم که تا بچه به دنیا اومد بفرستیمش خونه بخت.